عدم پرداخت حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد و سلب حق رأی ایران در مجمع عمومی این سازمان موجب شده که شمار زیادی از کاربران انتقادهایی را علیه دولت حسن روحانی در شبکه‌های اجتماعی مطرح کنند. به گفته این کاربران، دولت روحانی که در ابتدا با شعار بازگرداندن اعتبار و عزت به گذرنامه ایرانی به قدرت رسیده بود، در نهایت عملکردی در جهت مخالف این وعده ها داشت. کاربری نوشته که ایران به خاطر نپرداختن حق عضویت در سازمان ملل حق رأی خودش رو در مجمع عمومی از دست داد. ما قرار بود با زبان بلدها فاتح قلوب کشورهای دنیا باشیم، ولی الان زبان ما رو هم بستن. البته تنها نیستیم، کنگو، کمر، سومالی، زیمبابوه و ساوتوما هم حق رأی ندارن. غلامرضا خلیلی نیا نوشته که این دولت و این رئیس جمهوری دیگر جایی برای عزت یک ملت باقی نگذاشتند. به خاطر عدم پرداخت حق عضویت ایران رأی خودش را از دست داد. و کاربر دیگری هم از دیدگاه دیگری به این موضوع پرداخته، نوشته که خبر وسوسه کننده موجب شد که بر روی این خبر کلیک کنم در اینترنت، با این امید که حق رأی جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقض آشکار حقوق بشر سلب شده باشد. اما اینطور نبود. در سازمان ملل هم دغدغه پول است و نه حقوق بشر. کاربر دیگری به نام حسن رسولی نوشته که پس از قطار خیانت‌ها و بی‌لیاقتی‌ها چشممان به این آخری هم روشن شد. اون از برجام، امضاهای 2030 و دنباله‌هایش، کلاه گشاد بورس بر سر خلق الله، ارزش پول و پاسپورت و حالا هم حق رأی مجمع عمومی سازمان ملل. کاربر دیگری به نام علی نوشته که با برجام و دولت اصلاحات قرار بود تمامی تحریم‌ها برداشته بشه. تحریم‌ها که برداشته نشد، هیچ حق رأی هم در مجمع عمومی سازمان ملل از دست رفت. و کاربر دیگری نوشته که در مملکتی زندگی می‌کنیم که پول برای واکسن نمی‌دهند، اما حتی حق رأی ایران را هم برای حفظ اون پول پرداخت نمی‌کنند، ولی در بدل به دنبال پول هستند که بدهند به حزب الله و حماس. و عبدالرضا نوشته که این رکورد را در کارنامه دولت تدبیر و امید ثبت کنید که در عصر نوابق دیپلماسی و کلیدداران سیاست خارجی برای اولین بار پس از 66 سال عضویت در سازمان ملل متحد، ایران از حق عضویت، از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد. و در نهایت اسماعیل مجیدپور نوشته که ونزوئلایی شدن و کره شمالی رو فراموش کنید. ایران امروز در سطح کمر و سودان جنوبی بیشتر نیست. چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید.